سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم پیشتون از استعفای مجری‌ها از صدا و سیما. با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. توی این روزهای پر التهاب کشور عزیزمون ایران، هر کسی به نحوی اعتراضش رو نشون میده و کنار مردم وای میسته. مخصوصاً بعد از خبر کشته شدن کودک 9 ساله ایزه‌ای، کیان پیرفلک، که با پخش تصاویر پیکر بیجونش میونه یخهایی که خانوادش کنارش گذاشته بودن، باعث برانگیخته شدن خشم و ناراحتی بسیار زیاد در بین ایرانیان و حتی کسانی که ایرانی نیستند رو در پی داشت. بعد از این اتفاقات، مسئولان برای جلوگیری از بیشتر شدن این تنش‌ها و اعتراضات گفتند که کیان 9 ساله رو دشمنان کشتند و به دست تروریست‌ها کشته شده. حالا در یک مسابقه تلویزیونی به مجریگری کیمیا گیلانی، مجری محبوب صدا و سیمای ایران، وقتی که بیننده در حال جواب دادن به سوالها بود، عکسی از کیان پخش شد. مجری برنامه خانم کیمیا گیلانی نتونست بغض خودش رو کنترل کنه و زد زیر گریه و بعد از جواب دادن اون شرکت کننده، برنامه رفت به تبلیغ و یه جورای برنامه زنده قطع شد. ویدئویی که مشاهده خواهید کرد متعلق به چه کسی است؟ مائده نگاه کن. خدای مهربان، این ویدئویی خوب من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان. مربوط به کیان، مربوط به کیان جان هست. بله بله، منم تسلیت میگم دوباره. واقعا خیلی اتفاق دردناکیه، واقعا انشالله که این اتفاق نیفته. بریم یه بخش رو ببینیم و برگردیم. یکی دو ساعت بعد کیمیا گیلانی در اینستاگرامش نوشت: من کیمیا گیلانی از 15 تیر 85 که وارد حوزه اجرا شدم، واقعا براش تلاش کردم، درس خوندم و هدفی جز شادی دل مردمم نداشتم و حالا که دل مردمم شاد نیست، نیازی هم به حضور من نیست و از اجرا در تلویزیون خداحافظی میکنم. و دلیل اصلی خداحافظیش رو این دروغ بزرگ صدا و سیمای دروغگو که کشته شدن کودک 9 ساله به دست نیروهای انتظامی رو به گردن دشمنان ناشناخته انداخته میدونه. توی این روزها بازار کشف حجاب‌ها، استعفاها و خداحافظی‌ها بسیار داغه. از اولین نفراتی که با تلویزیون خداحافظی کرد، آقای مهران مدیری بود. با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش به اتفاقات واکنش نشان داد و گفت: دوست ندارم حتی یک تصویر، یک فریم از من در این شرایط از تلویزیون پخش بشه و ادامه دوره همی رو هم پخش نکنید. بعد از اون کارشناسان صدا و سیما در یک برنامه گفتند به نظر میرسه مهران مدیری منظورش این بوده که توی این شرایط و با توجه به حال مردم دوست نداره برنامه شاد دوره همی رو پخش کنه و باید در زمان دیگه ای پخش بشه. اما این ویدیو با واکنش های زیادی همراه بود که باعث شد دوره همی کلن از کنداکتور شبکه نسیم خارج بشه. و بعد از اون هم شایعه هایی به گوش رسید که قرار این برنامه با مجریگری مهران رجبی ادامه پیدا کنه. بعد از اون باربد بابایی از اجرای برنامه زوجی نو انصراف داد و با انتشار این استوری نوشت: من باربد بابایی بعد از 24 سال کار رسانه‌ای اعلام می‌دارم در برنامه زوجی نو و هیچ برنامه‌ای اجرا نخواهم داشت تا زمانی که مردم سرزمینم حال دلشون خوش باشه و خوشحال باشن. بلاشک مخاطب من و امثال من مردم سرزمینمن و اگر سرزمینم حال خوبی نداشته باشه، من هم دلی ندارم برای اجرا. یا حق. مجری بعدی که از همکاری با صدا و سیما انصراف داد،
آقای مجتبی پوربخش بود. برنامه فوتبال یک بعد از چند هفته چند روز پیش روی آنتن شبکه ورزش سیما رفت. مجری این برنامه مجتبی پوربخش بود. اما این برنامه حالا با اجرای شخص دیگری روی آنتن میره. به نظر میرسه مجتبی پوربخش با توجه به پست ها و استوری هایی که در حمایت از مردم در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرده بود، کار تلویزیون رو کنار گذاشته. آقای پوربخش فعالیت خودش رو از باشگاه خبرنگاران جوان شروع کرده بود. در سال 82 برنامه گیلان ما رو اجرا میکرد و سال 91 به دعوت پیمان یوسفی و مزدک میرزایی برای همکاری در برنامه تخصصی لیگ دست اول به عنوان مجری و تهیه کننده همکاری خودش رو با شبکه ورزش شروع کرده بود. ایشون همچنین از اعضای تیم فوتبال ستارگان هنر ایرانه. آقای پوربخش در تیر ماه امسال در صفحه اینستاگرامیش خبر از ابتلای خودش به سرطان خون رو داده بود. پیمان شیخی دیگر مجری تلویزیون بود که با انتشار یک پست در اینستاگرامش برای همیشه از تلویزیون خداحافظی کرد. آقای شیخی نوشت 16 سال از عمری که برای اجرا در رادیو و تلویزیون گذاشتم می‌گذرد. همکارانم و کسانی که مرا می‌شناسند می‌توانند به عشق بی حد من برای اجرا گواهی دهند. هر بار که پشت میکروفون رادیو نشستم و در مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفتم، تمام تلاشم بر این بوده که به مخاطبانم حس امید به زندگی و آرامش منتقل کنم. شادی و آگاهی مخاطب برایم مهم بود و مردم را عاشقانه دوست داشتم که خودم هم از مردمم. مردمی که نجیب و مهربانند و شریف و صبورند، از تبار نیاکان پاک نهادمان. مردمی که حقشان آرامش است و سزاوار احترامند و شاد زیستند. این روزها روحم یاری نمی کند که به اجرا ادامه دهم. بنابراین از رادیو و تلویزیون خداحافظی می کنم و به رسم پایان تمام برنامه هایی که در تلویزیون و رادیو اجرا کردم عرض می کنم الهی بختتون رام، عزتتون مدام و در پناه مهر خدا باشید که جاودانه ترینه. دوستتان دارم. تهرون، شامگاه 16 مهر سال 1401. آقای محمد حسنی مجری برنامه‌های شبکه سلامت هم با انتشار پست اینستاگرامی از صدا و سیما خداحافظی کرد. ایشون در این پستش نوشت سخت‌ترین کار دنیا اینه که از عشق بگذری. عشق من اجرا بود و بس. به گواه توییت که در عکس بعدی هست 20 روزی از پیام خداحافظی میگذره اما درد دل به روز میباشد. من تو رو سخت به دست آوردم، خیلی سخت، ولی به راحتی ازت گذشتم و نمیدونم چرا. برای تمام لحظه‌هایی که منت گذاشتن که ما بهت اعتبار دادیم، برای تمام تذکرها، برای تمام حرف‌هایی که در گلو قورت دادیم، برای شما مدیر محترم که برای مردمی که به هم لطف داشتن، برای تمام تلاش هایی که دیده نشد، برای تمام ایده هایی که گفتید خودت اسپانسر بیار و بودجه رو به رانت خودتون دادید، برای آرامش خودم، برای شما مردمم. دلم خیلی تنگ شده برای 3-2-1 استودیو، برای رژی، برای اهالی سازمان. مردمم مراقب خودتون باشید. خدمتگزار تمام ملت ایران، محمد حسنی. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.